کمک، کمک! هر کسی پیامو میشنه به زنگ هشدار بیگانه ها رو به صدا در بیاره. همه چی نابود شده، کمک! لطفاً کمک کنید! سرپرست گویندگان امین قاضی، مترجم فرهاد عطریان، صدا پرداز رضا سلطانی. ادامه دارد؟ ای بابا، تازه داشت جذاب میشد. اونا هر هفته با هم همین کارو میکنن. مقاومت بیهوده است، انسان‌های بی‌نوا. من ساتوران هستم، امپراتور کهکشان‌ها. تسلیم شین وگرنه همتون رو نابود می‌کنم. یوه، کارتون تمومه. وای نه، نسل بشر نیاز به یه قهرمان داره تا از نابودی نجاتش بده. یعنی چی میتونه باشه؟ سلام، شام حاضره. ماما بیا پایین. مامان باز دوباره گیر دادا. بیا پایین مامان. بودو، شام یخ میکنه. خیلی خوب پسر، امشب شام یه غذای خاص داریم. مطمئنم عاشقش میشه. این یه ماهی ویژه است، غذای خیلی خوشمزه و سالمیه. آه این دفعه حتما میخورتش، حتی شده یه ذره شو. آه خدای من. او پیلون حله هولا رو بذار کنار، بیا پایین. از کجا فهمید؟ نکنه اونم قدرت‌های ویژه داره. شام چیه؟ نکنه دوباره ماهیه؟ بجون دیگه پسرم، از دهن افتاد. مگا چیپس، اولین دارنده نشان استاندارد. برام آرزوی موفقیت کن. ای کاش تو هم اینجا بودی و کمکم میکردی راجرز. من دارم میام پایین. ما شام چی داریم؟ او پسرم تلویزیون نه. پسرم این یه غافل گیری فوق‌العاده است. جدی؟ سر به سرم نذار مامان. بگو ببینم شاد چی داریم. ای خیلی خوب، آره ماهیه، ولی به هر حال غافلگیری فوق‌العاده‌ای بود. گوش کن عزیزم، این یه ماهی معمولی نیست. این خوشمزه ترین ماهی دنیاست. این یه ماهی مخصوصه که فقط قهرمان‌ها بهش دسترسی دارن. یه ماهی که هر هزار سال یه بار دیده میشه. اسمش هم ماهی آرزوهاست. نه بابا، حتما حرفم میزن. آره اوه نه، جدی میگم. شرمنده ماما، تلاش خوبی بود اما دیگه گولتو نمیخوره. اوپیل سر جات وایسا همین الان. نمیخوام. چی؟ بیا اینجا ببینم. از صبح فردا ما صبحونه، نهار و شام همین ماهی رو داریم، تا وقتی که تو همه شو بخوری. ها؟ فرفرنجه. نمیتونی دوباره گولم بزنی؟ نکنه میخوای از خوشنگی بمیرم. اوپیل همین الان نشینه پشته میز ماهی تا میخوری. راضی شدی؟ بله، ولی تو که آرزو نکردی. یه لقمه دیگه بخور آرزو کن. خیلی خوب باشه، یه آرزوی احمقانم میکنم. آرزو میکنم ارتش ساتوران بیاد پایین و تمام اقیانوسا و ماهی ها رو با خودش ببره تا خیال منم راحت شه. آرزو ما کردم، ماهیم هم خوردم. حالا میشه برام یه همبرگر درست کنی؟ مگه خوابشو ببینی؟ برو تو اتاقت تا نگفتم بیرون نیا. ولی من هنوز گوشنمه. سفینه های ساتوران حتما باید اطراف سیارمون مستقر شده باشن. شیپور جنگ به گوش میرسه و نشون میده که ویرانی بزرگی داره آغاز میشه. شبت بخیر، دوست دارم عزیزم. کاش میدونستی همه این کارا به خاطر سلامتی تو. ماهی آرزو، فکر کرده چی؟ فکر کرده من بچه‌ام؟
کاش سر عقل بیاد و لااقل هفته یه بار ماهی بخوره. آخرین اخبار، یه حمله وحشتناک. هزاران نفر از مردم ناامیدانه در حال فرارن. آخرین لباسا هم ناپدید شدن، چرا که فصل حراج و تخفیفا از راه رسیده. ها؟ چه خبره؟ ها؟ بکنم یکم زیادی هله‌هوله خوردم. مامان تو کجایی؟ اینجا چه خبر شده؟ خواهش میکنم بیا بیرون، قول میدم هر کار بگی انجام بدم. دارم دنبال پسری میکردم که اون آرزو رو کرده بود. آه تو بودی؟ ها تو دیگه کی هستی؟ عبارت ماهی آرزوها چیزی رو یادت نمیاره؟ میتونی حرف بزنی؟ تو همه چیزو به هم ریختی. یه ماهی سخنگو، حتما دارم خواب میبینم. بهتر از اینجا فرار کنی چون اونا همه جا هستن. مبادا اونا ببیند، اگر با کیت بزننت کارت تموم. بیا 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 حالا بیا دوباره بیا. ببین با اون آرزویی که کردی بلایی سر ما آوردی. چی؟ با چی؟ بیا زود باش، بیا از این دارد. بیا زود باش، باید بریم زیر زمین. بیا. ولی این امکان نداره، بیگانه ها اصلا وجود ندارن، اینو دیگه همه میدونن. ببینم بابا جان، تو مطمئنی که این خودشه؟ متاسفانه بله. هزار سال منتظر موندیم تا یکی آرزو کنه، مخی مچه باید بیاد و بخورتش. ببینم تو مطمئنی کار خودش بود؟ بله مطمئنم کار خودش بود. من کجا؟ این دیگه چیه؟ این کاپریچسه، اون یکی انهلوسه و منم دسیسوسم، نگهبانان ارشد آرزوها. اما به نظر میاد مأموریتمون شکست خورده.
دارین میگین اون ماهی آرزو که مامانم راجبش حرف میزد راستکیه؟ ماجرای آرزو کردن و اینا؟ ولی اون فقط یه افسانه است. یعنی تو میگی ماهای بخشی از افسانه اشی؟ نه این بچه واقعا سرتله، اما از اونایی که هرگز مغزشو به کار نمیندازه، مثل ماهی بی عقل. یه دقیقه صبر کن ببینم، من فقط گفتم ماهی ها رو با خودشون ببرن. ساکت باش پسر یه نادان، آخه کی آرزو میکنه یه مش بیگانه بیان سیارشو نابود بکنن؟ مادر زم درخواست کردی مادرتم ناپدید بشه، تو دیگه چجور هیولایی هستی؟ اما یه دست سب کنیم، باید یه راهی برای جبران وجود داشته باشه. نه فقط یه راه برای باطل کردن آرزو هست، پیدا کردن یه ماهی آرزوهای دیگه و خوردن اون و آرزو کنی که آرزوی قبلیت باطل بشه، فهمیدی؟ بهتره دیگه تمومش کنی. فقط یه نکته هست، بعد در عرض 24 ساعت از آرزوی قبلی این کارو بکنی، بعد از 24 ساعت دیگه همه چی تمومه. خب پس از اونجایی که ساعت 9 شام خوردم و الان هم ساعت دقیقا الان ساعت 8 صبح و تو از الان 13 ساعت وقت دارم؟ دیگه وقت رفتنه، موفق باشی. حساب کنین این غیر ممکنه، مامانم گفت ماهی آرزوها هر هزار سال یه بار ظاهر میشه. همیشه استثناء وجود داره. بله قاعدش هر هزار سال یک باره، اما اینو نمیدونی که همیشه استثناء قواعد رو به هم خواهند زد. زمان داره میگذره پسر یه ناسپاس. این خیال یعنی هیچ راهی نداره؟ خیلی خوب، پس باید یه ماهی دیگه پیدا کنم، درسته؟ بهتر هرچه زودتر بری و زمان از دست ندی. باشه باشه فهمیدم. میشه بگین چطوری باید از اینجا خارج شم؟ این پایان کاره، هیچ نیرویی برای مبارزه باقی نمونده، اونا تمام آبهای دریاها رو بلعیدن. برید کنار. این دیگه چی بود؟ ای پسر از اونجا برو بیرون، داری تصویرمو خراب میکنی. بسیار خوب بینندگان عزیز و ارجمند، در صورت بروز هر گونه حادثه شما را در جریان قرار خواهم داد. من واقعا با ماهی نخوردنم به همه چی گند زدم. حالا باید چطوری ماهی آرزوها رو پیدا کنم؟ اون دیگه چیه؟ سلام، کسی اونجا نیست؟ آهای پسر بچه، فکر کنم از اون شر و راست، شاید هم یه هیولای دریایی. نه قربان، من فقط یه پسر بچه کوچیکم. یه پسر بچه، ولی فکر کنم از اون شیطونش بشی، درنی؟ خب تو معرفی کن ببینم. اوپیل. همین؟ بله. خب این اوپیل خالی یعنی چی؟ فقط اوپیل، نمیدونم یعنی چی. تو هم نمیدونم درآوردی. خب از تو من کاپیتان خالخالیه، حالا میدونی معنیش چی میشه؟ شما کاپیتان یه قایق این که ماهی خالخالی شکار میکنه، درسته؟ نه با ماهی خالخالی میاد منو شکار میکنه. خیلی بامزم، عاشق ماهی خالخالیم. راستی تو میدونی هر ماهی خالخالی چند تا تخم میذاره؟ یه عدسی بزن. یه عالمه، تقریبا 200,000 تا. این فوق العاده نیست؟ آره واقعا حرف نداره. معلومه گرف نداره. خب آپیل، اسمت منو یه جورایی یاده ساسا پیل پیل میندازه، خوشه میاد، خیلی خوشمزه. اول از همه بیگانه ها، بعد اون یارو که صورتش شبیه ماهیه، حالام چه جنابالی. من اینجا تو ماهی آسونی هستی، مثل این ماهی کوچیک تو تانک. هی پیل، باید بریم به بندر لنگر بندازی. هرچی تو بگی، ولی من فعلا فقط دنبال یه ماهی فروش میگردم، اگه اون ماهی رو پیدا کنم کار بیگانه ها تمومه، منم برمیگردم خونه. یعنی تو میدونی چطور میشه از شر اون دوستای دریایی خلاص شد؟ راهش اینه که یه ماهی آرزو بخورم، اون وقت همه چی به حالت عادی برمیگرده، فقط باید یه ماهی فروش پیدا کنم. همین. این دیگه نوبرشه. کی همچین چرندی کرده تو مغزت؟ تلویزیون؟ حالا هرچی.
خیلی خوب حرف زدن دیگه کافیه. رود کوچیکه داره رود بزرگرا میخوره. تو هم گشنته؟ چیزی میخوری پسر؟ خب راستش من دلم میخواد هله هوله بخورم. مثلا چیپس و پافک، چیزایی که اصلا مقوی نیست. بی خیال، بعد داریم ماهیگیری. ولی اینجا که دریانی که هیچی مثل به نیش کشیدن ماهی که خودت صیدش کردی نیست. خوب گوش کن پیل پیل که یه بار بیشتر توضیح نمیدم. او پیل، تلفظش انقدر سخت نیست. البته که نیست پیل پیل. یه نخ مناسب واسه ماهیگیری حرف نداره. یه تومه درجه یک به قلاب وصل میکنه و دیگه حله. یه خورده پشم قرمز به قلاب وصل میکنه. این یه حقه خیلی کهنه و قدیمیه. به من نگاه کن، به من نگاه کن. نیست همچه من شکارچی هفت دریا. سکوت کن و بنگر قوت بازوی مرا. چی شد؟ تو مرا خوردی نه؟ واسه دنتو باز کن ببینم. راستش رو بخوای پای من خیلی به خشکی نمیرسه، اما گاهی برای تفریح بد نیست پیل پیل. هرچی تو بگی، من دارم از گشنگی میمیرم. نگران نباش، من بوی آبو دارم حس میکنم. اونا یه شبه که نمیتونن کل دریا رو ببلن، میتونه؟ تو 3 ساعت پیشم همینو گفتی، ولی از اون موقع تا حالا حتی یه قطره آبم ندیدیم. جان من، یعنی 3 ساعت داریم راه میریم؟ خب اگه مثل من خستگی ناپذیر و قوی باشی عمران از نفس بیافتی. مثل یه کوسه سرچکشی قوی ام. راستشو بخوای حرف ندارم یکی یکم. راست موفقیتم چیه باشه بهت میگم؟ امگا 3 یا امگا 3؟ بچه بودم میگفتم امگا 3. از وقتی بچه بودم و تو گهواره بازی میکردم ماهی میخوردم، خیلی خوش میگذرد. دوباره شروع نکن. بعد توصیه میکنم که میشنوی. خب شاید ماهی خلخالی هن ها؟ نه اونا ماهی تو نه. اونا ماهی آرزوان؟ لاقل ماهی آرزوی من هم. حرکت میکنیم بادو. بعد که گفتم همیشه به شامه یه ملوان کهنکار رو اعتماد کن. مراقب باش یه وقت نترسونیشون پیل پیل. تو تابستون ماهی چون میتونه نزدیک سطح یا اون وسط مسطح باشه. تو فصل بهار میان نزدیک ساحل و تو تابستون میتونی صیدشون بکنی. تو زمستون هم در اعماق دریا سپاری میکنه. جدا؟ دریا خیلی عمیقه پیل پیل. مراقب باش، هیچ وقت بیگودار با آب نزن. ای پیپل، فکر کنم بالاخره قرار ماهی سید بکنیم. نصیحتم رو جوون بشنو تو از دل و جون. اگر میخوای سالم باشی، همیشه با نشاط باشی، زیرک و باهوش باشی، خندون و پرزور باشی، بخور غذای سالم، ماهی و میگو دائم، به چیپس و پفک بگو نه، فسفود و ساندویچ نه، ماهی پر از ویتامینه، جاش سر سفره خالیه. خب حالا مرحله آخر. من باید چیکار کنم؟ زود باش موبایلم. چی گفتی؟ اگه عکس نگیرم هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. عجله کن، سریع عکس بگیر. این بزرگترین ماهی تونی که تو عمرم دیدم. فقط دقت کن تو کادر باشیم سیب. پیل پیل بگو که عکس گرفتی. اسم این دریا دوزده چیه؟ بیگانه های جهش یافته. خب به نظر تو ما الان باید چی کار بکنیم پیل پیل؟ آمیگاته. خب الان چه اتفاقی میفته؟ آدم خوبا معمولا با این حرکت آدم بدا رو شکست میدن. تو کتابای مصور دیدن. چه جالب، پس توی که کلمه بچگی هم تو کتابای مصور نوشته شده. میخوام به این سردنبوهای درس حسابی بده. فکر کنم الان شلوارمو خیز کنم. یه لحظه، یه نفر به اسم مارینا زنگ زده. مارینا؟ گوشی رو جواب بده بگو فعلا منو بیخیال شه. چی؟ منظورت چیه؟ کاری که گفتم انجام بده پیل پیل. علو جانم بفرمایی چشتون رو واس کنه. قد شد.
ببینین حالا چطوری بلا بلا سرتون میاره. جایی تو بودم چشمو باز نمی کردم. موشی رو جواب بده، باید از اینجا فرار کنیم. بله. شما کی هستین؟ اوپیل. پیل پیل به پدرم بگو مهم نیست گوشیشو جواب میده یا نه. پدرت یعنی کاپیتان خالخالی؟ یه با اینشتنی آمگه؟ نه ولش کن، فقط بهش بگو هر طور شده برگرده سمت بلو فیوری. میتونی این کارو بکنی؟ پیل پیل بهش بگو همشه تحت کنترله، لازم نیست بیاد اینجا، خدا پسشون برمیاد. پدرتو درد سر افتاده مارینا، باید درم کمکش کنم فعلا. من خوبم مارینا. Oh no, Mark, you're torn out. تکون نخوریم وگرنه زنده زنده سرختون میکنم موجودات نفرت انگیز. نه نه امتحانی زدم. اومیگا تیم وارد می شود. سلام. وای تو اومیگاتیو بلدی؟ مارینا این پسره چشه؟ مارینا حالت خوبه؟ نیازی به تشکر نیست پدر، اینجا چه خبره؟ چیزی نیست که برای تو جالب باشه، دنیا داره به آخر میرسه. حله؟ اینو خودم هم دارم میبینم پیر مرد. خب پس میتونی بری یه جای امن دور از اینجا پنهان بشی، خیلی دور. تو این وقتا واقعا میری رو اعصابم، در ضمن من هیچ جا نمیرم. اسم من اوپیله، تو از اومیگاتی خیلی خوب استفاده کردی. یه نگاهی به سگدم بندازی. اومیگاتی با من زست مگه نه؟ میدونی چیه پدر؟ پیدا کردن سیگنال تلفن همراهت خیلی مشکل بود، الان تقریبا هیچ کدوم از شبکه های موبایلی کار نمی کنن. گوشت با منه پدر؟ چرا همه چی داره میچرخه؟ به نظرت ممکنه منفجر بشه؟ نمیدونم ولی هیچ ازش خوشم نمیاد، صدای بیخود میده. اینا این یه دفعه چشم؟ نمیدونم، فکر کنم به خاطر مبارزه است. پیل پیل مثل ما آماده نیست، بهتر از اینجا بریم. دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده، سواد داری؟ نه نه بی سواد نه، پس تو دوست من هستی. موجودات لعنتی، اونا دارن آخرین قطرات آبو میبلعن. پس تو دوست من فکر کنم این چیزی فراتر از یه هزیون باشه. اون حیوله ها احتمالاً یه جور سم بهش تزریق کردن، اینطوری فکر نمی کنی؟ نه موضوعی نیست، باید هرچه زودتر تجدید قوا کنه. برو یه مقدار ماهی بیار، سردین تون و همینطور روغن ماهی. میتونی این کار انجام بدی؟ البته فکر کنم همیشه از اینا دم دست داری. فکرشم نکن بخوام این چیزا رو صفحه خوب شدن این پسره سوسول کنم. آره نه، کاری که گفتم انجام بده. زوباش باشه. خب به نظرم ماهی براش مفیده. هلهوله اون دیگه چجور ماهی؟ احتیادش به هلهوله جت بیشتر از اونیه که فکر میکرده. ماهیگیر قهارم، ماهی بود به این حوال. آره تازه مطمئنم تو خوندن نوشتن و دوچرخه سواری هم بلدی. خدا رو شکر که تو زنده ای. چه بلایی سرم اومده؟
نگو که یادت نمیاد، حافظتم این ماهی دیگه. آره افراد در خوردن هلهوله اینجورت کرده. نه فکر کنم مال اون ماهیه که مامانم دیشب پخت، هنوزم یکم سرم گیج میره. خوردن ماهی منه که نجاتت داد پسر ای خیره سر قد نشناس. ساعت چنده؟ ساعت شیشه، اما تو باید استراحت کنی، اینطوری برات بهتره. شیشه بعد از ظهر؟ باید ماهی آرزوها رو پیدا کنم، همینطور مامانمو. دیگه کافیه پسر جون، راجب ماهی که وجود نداره نباید صحبت کنی. اما من باید آرزومو باطل کنم. بفر هی پیر پیر، تو جریان ماهی آرزو رو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. اما تو راجب چی حرف میزنی؟ خانم هپرفیش یه بار بهش اشاره کرده بود. من باید یه دونش رو پیدا کنم. مگه تو حالا دیدیش؟ مردم میگن این یه افسانه دروغینه. نه خندین پدر، شما که اصلا راجبش نشنیدین، میدونین اصلا چه شکلیه؟ مثل یه ماهی پخته با ادویه. من از کجا بدونم؟ هم بیخیال پیل پیل، دخترم فقط میخواد بدونه اون یه ماهی آبی مثل تون یا ماهی سفیده یا نه همین که با ادویه پخته میشه. تو یه ماهی آرزوها خوردی؟ خیلی خوب، دیروز خوردمش، اما نمیدونم چه جور ماهی بود. من به زرنگی شما دوتا نیستم. پس به همین خاطر بود که گفتی اگه یه ماهی آرزوهای دیگه بخوری همه چی برمیگرده سر جای اولش. آره تمام این خرابکاری ها تقصیر منه. در ضمن اسم من اوپیله، اوپیله. و تو هم آرزو کردی دریا با تمام ماهیای داخلش ناپدید بشن، به خاطر اینکه دوستشون نداری، فقط به خاطر اینکه اندازه ای من از دریا خوشت نمیاد. ببین هرگز فکر نمی کردم آدمی به خودخواهی تو پیدا بشه. از جلوی چشم دور شو، دیگم نمیخوام ببینمت آپیل. خیلی خوب. جایی تشریف میبری؟ به تو ربطی نداره. آره اونه که راست میگه. سب کنم، پس پدره چی میشه؟ ازت ناامید شده، نمیتونه درک کنه چرا یه همچین تصمیمی گرفتی. میدونی دریا برای اون همه چیزه. فکرش هم نمی کردم که مشکل همینجاست. تو فقط به فکر خودتی. گوش کن اوپیل، بذار رو راست بهت بگم. میدونی این که فست فود خور شدی تقصیر خودت نیست. ببینم میخوای بریم ماهی آرزوها رو پیدا کنیم و این داستانو تمومش کنی؟ ها؟ راستی راجب اوماگاچی از کجا میدونی؟ قرنها پیش یه تمدن کشف کرد که ماده تو ماهی وجود داره که اونو شکست ناپذیر میکنه. اسمشو گذاشتن اومگا 3. محکم بشین، باید بریم. بگیرش. اومگا 3. مارینا اوی مارینا، چی میخوای؟ داریم کجا میریم؟
اگه ماهی آرزویی که میگی وجود داشته باشه، هفت پیش حتما میدونه کجا میشه پیداش کرد. اون دیگه کیه؟ یه دوسته. مارینا، صبر کن، یه صخره روبرومونه. ای کاش میتونستم، اما بعد از یکی از پرشامون ترمز بریدیم، نمیشه کنترلش کرد. وایسا، خواهش میکنم. نمیتونم، باید از روش بپریم. سوار شو، زود باش. چی کار میکنی؟ باید وزنو کم کنیم. عجله کن، زود باش. بیا از این استفاده کن، صندلی کناری رو باز کن. زورم نمیرسه، این طوریه. محکم بشین. حالا آچار من کجاست؟ چه میدونم، از من یه جایی همین دورو براست. خب کجاست؟ ای بابا، اون فقط یه آچار دیگه. تو اینطوری فکر میکنی، اون یه جورایی مثل یکی از دستان میمونه. وقتی دو سالم شد پدرم اینو بهم هدیه داد، میفهمی؟ بارها من از دردسر نجات داده، هم در باز کنه هم آچارم. حال منم که خوبه دیگه. آفرین، میدونستم پدر تو تاله چیز خاصی بهت نداده. خب راستش پیل پیل، به قصر و محل زندگی بانو هپرفیش خوش اومدی. وای، یکم ترسناکه نه؟ از رو ظاهرش قضاوت نکن. قضاوت نمی کنم، ولی آخه این دایناسوره رو نگاه کن. خیلی اون که دایناسور نیست، یه ماهی تخته‌ایه. برای اطلاعات باید بگم اینجا مزرعه پرورش ماهی سفیده. مزرعه چی؟ مزرعه پرورش ماهی دیگه. ماهی های تخته‌ای اونجا زاد و ولد میکنن. حالا برو. پس تو چی؟ تو نمیای؟ چرا باید همه کارا رو خودم تنهایی انجام بدم؟ گوش کن پسر نقنقو، دخل موتور منو آوردی، الانم باید تعمیرش کنم. سفینه های اون موجودات شرورم همه جا هستن، میترسم وقتمون از دست بدیم. حالیته؟ قبل از اینکه ببینتمون حرکت کن. خیلی خوب، باشه باش. مراقب باش، ناامیدم نکنی ها. هپرفیش مثل من و تو نیست، خیلی نابغه است، حدی برای هنرش وجود نداره. فقط در صورتی میتونی ازش کمک بگیری که نظرش رو به خودت جلب کنی. حقیقتش اینه که شما همه تو موجودای عجیب غریبی هستی، ولی خب باشه، میرم تو. سلام منم بهش برسون. الانه که یه ماهی بخورتم، از غذا لذت ببر. تخته ای میگن تمام حرف نداره. وای وای، اونجا رو، یه ماهی تون، یه مانگفیش، اینم یه خال خالی. فکر کنم تبدیل به دایره المعارف دریایی شدم، همه چی رو میدونم. وای چقدر زشته. البته همشون زشتن، ولی این بهتر از اینم نمیتونه باشه. با اون اسمش برادرم زشتر از تو. نه من نه خور، من اصلا خوشمزه نیستم. بشین سر جات، بشین. اوپیل فکر کن. به قول یکی از دامپزشکان معروف، اگه با حیوانات خانگی و غیر خانگی با محبت رفتار کنین، اونها دیگه کاریتون ندارن. شاد باشید. کمک، دنبالم نیا. وای.
سلام، شما خانم هپرفیش هستین؟ اسم من آپیله. اون هیولایی که بیرونه مال شماست؟ به نظرم یکم گشنه‌شه. اون سگ به هر کسی که نشونی از کودنی و کمهوشی داشته باشه واکنش نشون میده. شما خواننده ای؟ موزیکاتونم از رادیو پخش میشه؟ آخه میدونین به نظرم اصلا آشنا نمیاد. لطفاً چرند نگو، کلمات فقط باید وقتی به زبان بیان که هدف خاصی داشته باشن و مفید واقع بشن، دقیقاً مثل رنگ ها روی کاغذ سفید. بهتر از این نمیشد توضیح داد. چی تو رو کشونده اینجا اوپی؟ الان میگم. مارینا دختر کاپیتان خالخالی سلام رسوند، الان هم طبقه پایینه. اون کاپیتان پیر قرقرو همون پایینه؟ نه اون نیومد. شما چیزی راجع به ماهی آرزوها میدونی؟ خب تو با ماه ماهی آشنایی داری؟ اونم یه جور ماهی آرزوهاست؟ آه نه، ولی باید با هم آشنا بشین. با هم دیگه جورتون جوره، چون اونم مثل تو عقل درست و حسابی نداره. لطفاً کمکم کنی، وقتم داره تموم میشه، فقط یه ساعت زمان داریم. به هپرفیش فشار نیار، تو بودی که آرزو میکردی. صبوری تنها راه حله. باید یه نقشه هوشمندانه بکشی. خطرات زیادی اینجا در کمینن، نباید بیگدار به آب بزنی. این دیگه چه کتابیه؟ اگه ماهی آرزوها وجود داشته باشه باید اینجا باشه. واقعا؟ اگه ساکت باشی شاید بتونم پیداش کنم. نپرسیدین چرا دارم دنبالش میگردم؟ من همه چیو میدونم. تمام اون سفینه های اون بیرون رو دیدم. یکی یه آرزو کرده و حالا داره از خودش میپرسه چطور باطلش کنه. پیداش کردم. پایسیز وریت، ماهی آرزوها. خب فقط هر 1000 سال یه بار میتونه آرزوها رو برآورده کنه. اینجا نوشته که فقط یه آرزو و بعد همه چی تموم میشه. قوانین طبیعت اینطوری هن، خوب یا بد. متاسفم یه قانون دیگه هم هست که میگه برای هر قانونی یه استثنا وجود داره. تو باید همیشه امید داشته باشی. صبر کن، یه چیز دیگه هم اینجا هست، یه معما، چیزی که فقط کسی که مقدر ماهی آرزوها رو بخوره درکش میکنه. اون چیه که از رد پا عمیق‌تره و از ستاره ها دورتر. یه چیزی که ماهی اونو به یاد داره، چیزی که ماهیگیرا سال هاست دارن رو خشکی دنبالش میگردن، چیزی که اگه بخوریش به آهستگی و به طرز دردناکی میکشدت. این جملات معنیشون چیه؟ من نمیدونم. جدن؟ یعنی شما هم نمیتونین به هم کمک کنی؟ من نمیدونم، خودت باید بفهمی. در واقع اون ماهی تو رو انتخاب کرده. فهمیدم، یه ماهی منو انتخاب کرده. میخواین این چیزا رو باور کنم؟ اگه اون ماهی ننتی رو پیدا نکنم همه چی تموم میشه. منظورم همون ماهی آرزوهاست. این همه صحبت راجع به ماهی منو گرسنه کرد. یه خورده ماهی سفید حالمونو خوب میکنه، سرشار از ویتامین آ و فسفره و باعث میشه که تو بهتر فکر کنی. جدا؟ بله. خیلی خوب آپیل کوچولو، فکر کنم وقتش از اینجا بریم. بسپرشون به من. هی تو موجود بد ترکیب، منو نگاه، دلت میخواد با دوستم آشنا شی؟ Thank you.
آفرین حیوان باهوش. اینجا چی داریم؟ یه مهمونی غافلگیرانه که کسی راجبش به هم چیزی نگفته. به دور از ادبه که به جایی که دعوت نشدی وارد بشی، اما اشکالی نداره. اتفاقا داشتم دنبال یه موجود نفرت انگیز میگشتم که داره حیات سیارمونو تهدید میکنه. حیاتو تهدید میکنه؟ من ساتوران هستم، نابود کننده دنیا ها. من تهدید نمیکنم، نابود میکنم. همینطور حیولای نفرت انگیز. ساکت. نیازی به تشکر نیست دوپی. من جونتو نجات دادم، اون وقت منتظری ازت تشکرم بکنم. اوپی ممنونم. یه نتیجه بری بیرون، ولی باید به هپر فیشم کمک کنی. او خودش میتونه از پس خودش بر بیا. اومگا چی؟ یکم سریع تر مارینا، نایمدیم تعطیلات که. چرا وایسادین؟ یه اسکاتران هوایی بفرستین اون کچوری خپلا بگیره. مستقیم رو سمت سفینه فضایی به ام اعتماد کن. وای، اینه تو فیلم هست. از شریدنش خوشحالم، ولی حواستو جمع کن. خیلی خوب باشه بابا. هیچ ایده ای نداری که این چطوری کار میکنه؟ دسته کنسولش که شبیه پلی‌استیشنه. بایستا اینه هاش خیلی آسونه. یه چیزی رو میدونستی؟ وقتی بهت فشار میاد حسابی زبر و زرنگ میشی. از سره رو برو کنار، مغز فندقی. باید کلی ماهی بخوری تا بتونی از پس ما بر بیای. بینگو، بزن بریم. تقریبا کنترلشو به دست گرفتم، البته تقریبا، ولی نه ترس، خطر از بیخ گوشمون رد شد. این با کنسول خونگی یکم فرق داره. عجله کنی. عجله کنی؟ آخه اونا دنبالمونن. محکم بشین خانم کوچولو. اگه اونا نکشنمون خودم تو رو میکشم. بگیرش که اومد وال فضایی. شانستو ته کشیده بیگانه ها. اومگا تی. اوپیل، هپرفیش بهت گفت چطوری ماهی آرزو رو پیدا کنی؟
پاکی یادم رفته بود. اون یه جور معما به هم گفت و اصرار داشت که فقط من میتونم حلش کنم، ولی نمیتونم. ایمان داشته باش ابر خلبان، بذار ببینم چی بود. بیگانه های لعنتی، از دوزدن دریامون پشیمون میشید. اون مایه رو پیدا میکنیم و کارشون رو یه سره میکنیم، از این کهکشان بیرونشون میکنیم، حتی اگه تو دورترین ستاره دنیا پنهون شده باشن. یه دقیقه میشه ساکت باشی دختر؟ باید تمرکز کنم. تو چی گفتی؟ گفتم همه جا دنبالشون میری. نه اونجایش که مربوط به ستاره ها بود و میگی دورترین ستاره دنیا رو میگی؟ فهمیدم، اینقدر راحت بود چطور به فکرم نرسی؟ از رد پا عمیق‌تره. هیچ از دریا عمیق‌تر نیست و از ستاره ها دورتره، چیزی که ماهی اونو به یاد داره. یادت نیومد؟ تو هم که حافظت مثل ماهیه. و ماهیگیرا سال هاست که دارن رو خشکی دنبالش میگردن. آقای من خیلی به خشکی نمیرسه. چیزی که اگه بخوریش به آهستگی و به طرز وحشتناکی میکشدت. دارم از گشنگی میمیرم. نمیخوای تشکر کنی یوپی؟ هیچی، اگه هیچی نخورم پس میمیرم. و هیچی عمیق‌تر از دریاها نیست، همینطورم دورتر از ستاره ها. داری راجب چرف میزنی؟ حق با هپرفیش بود. کاری که برای به دست آوردن ماهی آرزوها باید بکنم هیچیه. دوباره حالت خراب شده ها. لازم نیست کاری بکنم، نیازی نیست حتی ماهی آرزوها رو پیدا کنم، من تمومش نکردم. اضافهش هنوز تو یخچاله، هنوز ساعت 9 هم نشده. مطمئنی میدونی داری چی کار میکنی؟ بهم اعتماد کن مارینا، همه چی برمیگرده به همون وضعیت. یادت قبلا راجع به پدرم پرسیدی؟ اون یه ماهیگیر بود، ولی وقتی خیلی کوچیک بودم تو دریا گم شد. پدر تو حرف نداره، حتی با اینکه میبینم همیشه با هم جر و بحث میکنی. بیا اینه بگیر. اما این که نشونه شانسته، الان تو بیشتر از من بهش احتیاج داری. نگران نباش، بعدم میتونی بهم پسش بدی. میشه بریم؟ بزن بریم. در هر صورت پیروزی مال ماست. اوپیل، اگه یه موثر به سر من کام بشه. نه به من دست نزن. اطلاعاتو ببینم. اونجاست، خونمونه. میشه کمکم کنی؟ هی که منجمد، ماهی دریایی نه، خالخالی نه. آها، خودشه. بالاخره پیداش کردم. مطمئنی ماهی آرزو همینه؟ آره، آرزو میکنم آرزوی قبلیم باطل شه. باید واضح تر بگم، یعنی دقیق تر. آرزو میکنم ساتورن ناپدید شه، مامانم برگرده و همه چی مثل قبل عادی شه. پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ میدونی چیه؟ من این قصه ماهی آرزوها رو باور کرده بودم، اما یه چیزی به هم میگه تو سر کارم گذاشتی. تمام شد، نیروهای ساتورن اینجا رو تصرف کردن.
اقیانوس ها ناپدید شدن و سیارمون داره نابود میشه. قبل از این اتفاق دولت اعلام کرده بود مسئولیتی در قبال جان مردم نداره. بدون آب، بدون ماهی و با زمین خشک نفس سیارمون به شمار افتاده. من ساندالیو دسکالزو هستم از واحد مرکزی خبر. نه 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 داری چی کار میکنی؟ اونا دیگه کی هم؟ حرکت کنید، هی، همون جا وایسی صورت ماهیا. ما داشتیم دنبال شما میگشتیم. همه گره دنبالت گشت. سعی نکنیم فریبم بدین موشای دریایی. من هر کاری که باید انجام میدادم دادم، کلی ماهی خوردم، انقدر که دیگه داشت ازش خوشم میومد. حالا میشه به هم بگین چرا آرزوم هنوز باطل نشده؟ تا دیر رسیدی. امکان نداره، ما تو خونمون ساعت 9 شام میخوریم، الان تازه 5 دقیقه به 9. اشتباه کردی پسر، الان 9 و 5 دقیقه. با ساعت من الان ساعت 9 و 10 دقیقه. هنوز یه ربعم نشده. متاسفم این مسائل خیلی دقیقاً و شوخی بردار نیستن. ما هم دیرمون شده. هرچی از جاش تکون بخوره در جا کبابش میکنم. ببینید من شما رو درک میکنم، اما واقعا دیر شد. این پسری که اینجا میبینین حسابی گند زده، اما اون مثل هر قهرمان دیگه به شدت برای نجات سیارش تلاش کرده. اون میخواد دریاها، ماهیها و همینطور مادرش رو برگردونه و تا این اتفاق نیفته هیچ کس از اینجا جم نمیخوره. مفهومه؟ ما هم دلمون میخواد کمک کنیم، اما چطوری؟ شما نگهبانه ارشد آرزوها هستین، حتما یه کاری میتونین بکنین. دوستان اینطور که معلومه باید بهش بگیم. بر طبق افسانه قرنها پیش تمدن وجود داشته که توسط دریا بلعیده شده. اونا به یه ماهی آرزوها برخورد میکنن و ازش درخواست یه گنبد محافظ میکنن که اونا رو از دریا محافظت کنه. سالها بعد یکی دیگه پیدا میکنن و ازش میخوان مثل ماهیها قابلیت زندگی در دریا رو پیدا کنن. همونطور آرزوها پشت آرزوها اونا قویتر و قویتر میشن، اما یک نیرو رو از دست میدن. جنگیدن بر سر اهداف. اونها از موجوداتی جنگجو به موجوداتی ترسو تبدیل. اما بعضی از ما دلشون برای اون تمدن اولیه جنگجو سخت گوش تنگ شده بود. بنابراین آرزو کردیم ماهی آرزوها فقط هر 1000 سال یک بار ظاهر بشه، تا مردمتون یاد بگیرن برای چیزایی که میخوان باید بجنگن، نه اینکه دائم آرزو کنن. فهمیدم. برای اینکه شرایط مثل سابق بشه اول باید ساتورن رو شکست بدم، درسته؟ مقابله با اون یه جورایی مثل مقابله با آرزوی خودمه، انگار یه جورایی آرزومو باطل میکنه، درسته؟ اینطوری هم میشه گفت. آفرین آفرین، تو چطوری به این نتیجه گیری رسیدی جوان؟ خب راستش اخیراً تو حل کردن معما خیلی وارد شدم. بذارین ببینم درست فهمیدم یا نه. داریم از رفتن به جنگ صحبت میکنیم، از شکست دادن و نابودی اون موجودات بوگندو. وای عاشق این نقشم، خیلی خوبه. این تنها شانسم برای درست کردن همه چیه. وقت نداریم، باید عجله کنیم. برای برگردوندن اوضاع به روال سابق باید اول ساتورن رو شکست بدیم. به نظر تو هم الان داریم وقت تلف میکنیم؟ خب حالا شدیم 3 نفر، باید برگردیم بلو فیوری. آقایون یه اعترافی بکنم، اولین باری که دیدمش خیلی ابله به نظر میرسید. به نظر شما موفق میشه؟ به نظر من که دارن به سمت مرگ میرن. شاید هم به سمت پیروزی میرن، چه میدونیم. من آه میکشم. آه نمیدونم چرا هنوز دارم بهت کمک میکنم. چون هیچ کس ازت نخواسته. شاید. ممنونم بانو هپرفیش. حالا ماهی میخوری و خطایی هم ازت سر نمیزنه. به هیچ وجه، هیچ خطایی.
هاپو کوچولوتونم که اینجاست. از اونجایی که توی تیمیم حالا بهتر نیستش که با هم رفیق شیم؟ چه پسر خوبی. کاپیتان، من نمیخواستم هیچ کدوم از این اتفاقا بیفته. به زودی درستش میکنم. شما بهم یاد دادین چطور به دریا احترام بذارم و حالا من حتی از ماهی خوشم هم میاد. راستش یه خورده خودخواه بودم. فقط یه خورده؟ خیلی خودخواه بودم. در واقع یه کلشقه یه دنده بودم. باشه، گذشته پیل پیل. الان زمان آماده کردن تومه این جدیده. قایق آماده کن کارت برای ماهیگیری. بزنین بریم، وقتی برای تلف کردن نداریم. کلی هیولا اون بیرون منتظره. اصلا چرا من باید بیام هان؟ چون تو به هم گفتی؟ ای بابا شوخی میکنم. اپل خودتو آماده کن، چون قراره درسایمون حسر به فردی در زمینه تکنیک اکتاپوسی یاد بگیریم. به زودی دمار از روزگار اون هیولاهای بدجنس در میاریم. با تمام قدرت به جلو. همه با من آمگا تی. آمگا تی. اپل خوب نگاه کن. برای اولین تجربه کارت خوب بود پسر. ممنونم قربان. مسیر کاملا مشخصه. نه، باید دو دستشیم. اینطوری میتونیم اون یارو ساتورن رو زودتر پیدا کنیم. نه، با هم باشیم قوی تریم. من از پس خودم برمیام، شما هم بره. فکر کنم باید از اون دره رد شیم. تو مطمئنی؟ آره، به نظرت چرا گاردای مسلح دارن ازش محافظت میکنن؟ بذاریم بریم. آفرین پسر، بالاخره داری از مخت استفاده میکنی. اینو بگیر. بودو این بر خدا، اینجا دیگه کجاست؟ وای. شما هم صدای آجی رو میشنوین؟ آره. حواستون رو جمع کنید.
ستون فقرات و آب شش و دم و باله، گرفتن شاخک ها، کوسه های دندون تیز، حمله مار دریایی و حدس بزنید کی برنده میشه؟ زود باشین، باید از یکی در خارج بشیم، مطمئن نیستم بتونم خیلی نگهشون دارم. بلم کن، بلم کن. وایسا، نمیتونم خیلی نگهشون دارم. وقت ماهی سرخ کردن. باید سریع از اینجا بریم بیرون. فکر خوبیه، نمیتونم بیشتر از این عقب نگهشون دارم. عجله کنی. تو حالت خوبه؟ حرکت کنه. زود باشین، زود باشین. تو تله افتادی. دوستاگه درگه مساهم. موفق باشی. آبیل جوان، منو تحت تأثیر قرار دادی. به سیستم امنیتی من نفوذ کردی. وفادار داریم سرباز منو به کشتن دادی. برای پسر بچه کوچولو کار خیلی بزرگیه. اما یه چیز یا به هم بگو، چطور میخواستی منو نابود کنی؟ ساتوران بزرگو نابود کرد دنیا ها رو. کافی بود یه ضربه به اون کله گندت بزنم. تا چند هفته دیگه هیچ نشانی از حیات روی زمین باقی نمیمونه. خودت آرزو کردی ما به زمین بیاییم. تو مسئول همه این شرایطی. مامان جواب بده. مامان منم آپیل. مامان، مامان خواهش میکنم چشاتو وا کن. اگه بهش آسیب رسونده باشی قسم میخورم که. و اینک محصول جدید، چیپس پفک. چیپس پفک های دارای نشان استاندارد. چیپس پفک های خوب را از ما بخواهید. از غذا خسته شده اید؟ از سبزیجات خسته شده اید؟ چیپس پفک های ما را امتحان کنید. چیپس پفک های ما. چیپس پفک هایی با طعم های به یاد ماندنی. حکمرانی می کنیم، حتی اجازه میدیم مادرت زنده بمونه. آزادی، هر چقدر دلت میخواد چیپس بخوری، برای همیشه و شاید تا ابد. چرا غذاهایی بخوریم که درامون مفیدن؟ مثل میوه و سبزیجات یا خوراک ماهی. نخور. ای پسر، معلوم هست داری چی کار میکنی؟ آپیل نمیخورم. معلومه پسر، بیا یه دونه بخورم که هیچ اتفاقی نمیاد. هیچ اتفاقی نمیاد. نه نخوره سپیر. ساکت شو دختر کوچولو. ماریانا دختر. پیل پیل به حرفش گوش نکن، عقل تو به کار بنداز. هله هوله. تو هله هوله رو بیشتر از هر چیز دیگه دوست داری. آپیل، عقل تو به کار بنداز، حرفش گوش نکن. آپیل آنم بیا. آپیل، آپیل، آپیل بیدار شو. آپیل من کوچکترین اهمیتی به هله هوله نمیدم. من عاشق ماهیم. هر طور مایلی. آفرین، اون یه جنگجوی واقعیه.
با فن اختاپوس تو آغورش کن. چی کار میکنه؟ تمام شد. اون یه حرکت اومگا چه واقعی بود. یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. اون سفینه فضایی حرکتش متوقف شده و سفینه های مهاجم کوچیک دارن مثل پشه سقوط میکنن. مادرت باید خیلی بهت افتخار کنه. من ساندالیو دسکالزو هستم از واحد مرکزی خبر. جا داره تبریک بگم به کسانی که ما رو از این مخمصه نجات دادن. مبارزان، قهرمانیتان مبارک. چی؟ فقط نمیدونم چرا صدا و تصویر اون داره میره. یک دو سه، یک دو سه. بلم کن، منو بذار زمین کنه. دوباره برگشته. بذارم پایین. کارت حرف نداشت کوچولو. وای، این باور نکردنی. تو اینجا چی کار میکنی؟ همه چی زیر سر تو بود. اوپیل پسر گلم، بیا وگرنه از دهن میفته. اومدم مامان. اومدم. داره میاد. برام آرزوی موفقیت کن. آه چقدر دوست داشتم تو هم اینجا بودی و به من کمک میکردی. مامان، وای مامان، تو حالت خوبه؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود مامان. فکر کردم ساتوران بهت آسیب زده. میدونی مجبور شدیم یکی از سفینه‌هاشو منفجر کنیم تا نجاتت بدیم. خیلی خوشحالم که اینجایی. تازه فن اختاپوس هم روش اجرا کردیم. هم بودن کاپیتان خلخالی، مارینا. خیلی خوب، دیگه کافیه. ها؟ یه لحظه صبر کن ببینم. نکنه تو میخوای با این حرفا منو گول بزنی. امروز چه بخوای چه نخوای باید ماهی بخوری. چشم کاپیتان. راستی مامان، میدونی یه ماهی خالقالی چند تخم میذاره؟ یه عدد بگو. نمیدونم. تقریبا 200,000 تا. به نظرت فوق‌العاده نیست؟ میخوای فردا ماهی خالقالی بخوریم؟ البته خالقالی هم نبود نبودا، میشه تون باشه. آها. ببینم تو مطمئنی حالت خوبه پسرم؟ از همیشه بهترم.